گفتم بهتون جنگ اعدامات داخلی اعدامهایی که کردن و چقدر هواپیما سرنگون شد به شما نگفتم هواپیمای مولوتوف شما برید آمارشون این چقدر سرنگون شد من کشتم بعد از اینا من به شما گفتم دنیا داره میگه برید مطالعه کنید به هر زبانی که میخوان با هارپ زلزله ها فریدن سیل ها فریدن ویران کردن نسل کشی و تو خوابی و تریاک میکشی تریاک و مجانی بهتون دادن تو این 40 سال میکشین من نگفتم به شما 100 بار اینو 100 بار نگفتم این نسل کشی زمین سازی هایی هم داره جم تی وی آر به شما نگفتم ساخت ترکیه بود من میومدم اینجا فریاد میزدم که این فیلم ها برای اینه که ریشه و پایه خانواده اصالت عشق مهر رو نابود کنن که دختر ما حامله بشه نفهمه بچه مالی کیه افتخار کنه که لباس ترکی میبوشه خاک بر سر این مردک که خیلی هم به اصطلاح اصلاح طلبه و میخواد رئیس جمهور بشه چند بار زنش خودش عین حجاب ترکی میپوشه بیچاره تا همین سی سال پیش ایران نمونه بود در جهان 40 سال پیش زن ایرانی پوششی بود که قشنگ و خوشگل و زیبا میمار تو میرین پوشش زن چرک رو میای این همیه رو مرتی که اسمش عارف معارف هست هرچی هست زنشو ببینین خاک بر سر شما بکن تا اقل مبتکر باشید خودتون افتخار میکنی که روزنش اینا مثل زن رجب که یه مقدوان گذاشته تا چند ما بدبخت و بیچاره شدیم من بارها نگفتم این تلویزیون جم تی وی من از ابتدای تأسیسش اینجا با خبر بودم خیلی مسائل سیاسی هست از ریشش خبر داره دوست من یک ارمنی که روان شاد همه میشناسنش اندی عزیزم خواننده‌ام خیلی باش نزدیک و رفیق بود اومد پاریس پیش من گفت ما خواهیم کانال اینا را بندازیم جم تی وی قرارداد اولیه را اینجا با یوتلسات یکی دو سال اینا آگهی چیز موزیک و پیزیک و اینا پخش کردن که پشته جمع کن بعد یه جم تی وی بعد یه بوی خوش عشق سلطان حریم سلطان و اینها و هدفشی بود که پاورنهای ترک تا عثمانی که به ما حمله کردن چندین بار ما رو قتل عام کردن قهرمان اینا نشون بدهن بعد با حریم عشق و مشق و پشق و پشق و اینا هم فساد و فحشا و فاحشگی در ایران مد بکنن کردن فحش دیگه یارو ننه افتخار میکنه که دختر 6 تا دوست پسر داره اینقدر بچهش دوست داره فرزند سالاری در ایران شده فکر میکنید سیاوش اوستا اینا رو خبر نداره خانواده ها دیگه از تنها کسی که میترسن بچه هاشونه این علیرضا بهشتی یادش بخیر کجای علیرضا دیدم بسی که اومده آلمان این تهیه کننده فیلم خاکستری بود که مهناز افشار خانمه مهناز افشار آورد بود کرد گفت رو آورد مشهورش کرد گفت ما یه گوگوش در آوردم سیاوش هرسته یه گوگوش من در آوردم بعدم فیلمش آورد همون موقع که ساخته بود پاریس اینجا اختصاصی برای من نشون داد پرویز صیادم بود دید فیلمو اینها گفت ما یک گوگوش ساختم نگاه کن گوگوش بعد تا میخواست تو ایران مهناز افشار گوگوش بکنه بعد وقتی کارش کردن که تفری علیرضا بهشتی رفیق ما گذاشت و میلیون ها سرمایه‌گذاری موقع کرده بود این فیلمه فرار کرد و اومد و حالا بگذار حالا مهناز افشار اونجا تشریف دارن حالا نه اینی که گفتم به خاطر اینکه هر رو قشنگ دیدم پرویز نوشته بود یه جایی گفته بود که ما نمیدونم چیه بچه هامونیم ها موش ما موش بچه هامونیم نباید باشی خانم جان موش بچت نباید باشی که بچت باید شیر باشه تو هم باید شیر باشی آموزش باید بدین به بچهاتون 7000 سال ایرانی این کاری کرده آموزش میده به بچهاش نه اینکه ولشون کنی که یه فیلم ببینن همه چیزشون از دست بدن بچه 6 سالشه میسارید فوتبال یاد بگیره موزیک یاد بگیره کاراته یاد بگیره ژیمناستیک یاد بگیره شمشیر زنی تیراندازی یاد بگیره همینا یاد بگیره بعد هر کدوم خوشش اومد میره ازش انتخاب میکنه درس هم همینطوره موش بچه همونی یعنی چی شیر بچه هاتون باشین شیر اونم باشین نکردین جامعه ایران بدبخت و فلاکت زده شد با جم تی وی ترتیبتون دادن بعدم که تفلیس کریمیان
خب سرمایه‌گذاری کسای دیگه اینا عمل مدیر میزن. خیلی از این چیزها یادتون نره که تو دنیا هست. یارو که اونجا نشسته حقوق بگیره مدیره، بدبخته، نمیفهمید، نمیدونید. یارو اونجا مدیره، یک حقوقی میگیره. حقوق بقیه هم صندوق بالا میده که این بانکای استعماری تازی هستن میدن. بغلش هم که خب یه کویتی بودش باهاش کشته شد، اینا فهمیدین که سرمایه کجاست دیگه. ولی خب این تفلی خب سابقه داشت. آقای کریمیان ایشون جوان زرنگی بود، مجاهد خلق بود، از مجاهدین حالا می اومده بیرون یا بوده، حالا بر مجاهد خلق بود، بود برادرش، خانواده‌اش از خواب خدمتتون توی تلویزیون رادیو صدای ایران فعالیت میکرد، بعد از اونجا اومد لندن. کاری نداریم، یه مدیر خوب بود که تونست کار بکنه، ولی استفادهش ترکا بردن، مملکت ما رو تا داغون کردن. بعد چه بس اختلافات فلان بیرون، بعد تفلیر آقا اونطوری که کشتنی هستن پیداست که خود ترکیه دست داشته درش، ترکیه خودش دست داشته در رو حکنه بود راحتی بدم یه جون میکشن که دوست مثل مافیا. که آقا خیلی دیگه هم بهتون بگم، آقا اینجا بهتون بگم، خیلی دیگه هم هستن من میشناسم، چون که اینا با جمهوری اسلامی و نیروهای دیگه بدبستونای تاریخی از تازیا گرفته بود، سازمانای امنیتی خارج از کشور اینا کار کردن، پولا رو گرفتن، تا یکم از پولا رو برای خودشون گذاشتن کنار، تا پاشون کشید عقب زدن اینا رو، یا خودشو کشتن یا بچه‌شو کشتن، بچه‌ای که سیار شب عروسیشون زدن کشتن، که بابا تا آخر اون داغ پدرش بوله تو به من خیانت میکنی، پول از ما گرفتی فلان کردی. حالا ما اینا رو تذکر دادیم اون موقع، کی گوش کرد؟ با اون فیلم ها جامعه ایران رو، جامعه ناباب خرابی کردن. بعد بعدن الان این تبلیغات اینا دستشون گرفتن با همین رسانه های فرعی و مجازی که دارن، هر کی بخوان یک شبه لجنمال، هر کی آقا این دیارو روحانی حرفی اومده زده که خب دزدی های برادرش که اصلا نام نبرده، مال معاونینش و برادر، آقای 2 میلیارد چی شد یارو چرا اعدام نکردید؟ بعد من میبینم همه میان این تیکه حرف رو این رو پخش میکنن، بقیه که بعد اونجا اصلا شعار دادن علیه روحانی، انتقاد کردن، این اصلا فراموش میشه. خب بعد وقتا شما الان نسکرشی که میشه بمانه، الانم 14 قرن در دست دشمنید، تو دست دشمنید، نمیفهمید کردهای ته ناظرین هم دارن داغون میکنن. این جریان شیرنی که مسموم بود و مشخصا همین قضیه شیرنی های مسموم، حالا کردان اینو میخواستن بکشن، از همینا برای ایران هم توی سالها فرستادن دادن و خوردن مردم ایران که نابود کردن. این نمونه های نسل کشیست، شما اینا رو ببینید. هیچی که ترکیه اکد که بدا خواه جوره حبیق بناوی این استاد هولدین، یعن لناوام که دانا و که عبیت های افلیج کردنی منالان و تنالت کشتن. یعن دوستان دعوه کرم که ام گرتی ویدوی بلاو بکنوانه و لحر فروشگاه و دوکانه که اگر ام جوره که تندی ری گریب کن لفروشنی و خلق اگدار بکنوانه، اوشتان لبیر بی بلاو کرنوی ام ویدوی یعنی پاراستنی جانی منالانی کرد و تواوی گلی کرد. هیوا دارم که هاو کرمان بن و نهیلین که ام جوره که که بلاو بیتوانه. کانالی پرسو سر خوشکنی بنا. یا مثلا این گاوها، گاوهای بیچاره که شما دیدید فیلمشو، همه تونم برام دیگه فرستادن، هدف اینا کشتن یه گله گاو، یه دست گاو نبود، هدف اینه توی گاوها رو زود سر ببرن قبل از اینکه بمیرن، ولی گوشتش ملت بخوره داغون بشه، تازه کردن رو میکنن و شما هیچ کس هم نمیفهمه. بعدم شوربختانه الان در ایران دیگه عشق و عرق ملی و میهنی و انسانی و مردم دوستی نیست، همه به فکر پولن. بگذاریم، من بچه های جنگ رو دستشون میبوسم، یک عده‌ای که همچنان توهی دست موندن، همچنان خودشون رو نفروختن، اینا بدبخت ها کنارن، غیرشون رو گرفتن زندانی کردن. الان مگه بچه ها باشن، بچه های جنگی که پاک موندن؟ مگر خیلی از رفیقای اینا رو که گرفتن، یارو تو جنگ رفته یک مدتی بوده، حالا خودش چه سرمایه‌ای به هم زده، با چپ و راست دنیا میسازه و توی تمام این توطئه های ملل ملتی را اینا سهیمن، دخیلن، شرکت میکنن. ذکاوت و هوشیاری شما کو مردم ایران؟ بلند شید عزیزان من، فرهیختگی کو؟